ببینید همینطور که به صحبت ایشون بود، این اتفاق بارها افتاده. ما اگر یک نگاهی بکنیم طبق آمار، طی دوره‌ای که آقای رئیسی بر در حقیقت دولت 13 مستقر بودن، بازارهای موازی عمدتاً بیشتر از بازار سهام بازدهی داشتن. مثلا در بازار مسکن تقریبا 2.5 برابر بازار طلا و سکه به واسطه تغییرات نرخ جهانی طلا، اون هم در حدود 2.5 برابر 3 برابر. و بازار ارز حتی با اینکه در حال سرکوب بوده و در حقیقت ارز رو سرکوب کردن، هم 2.5 برابر بازده داشته، ولی بازار سهام کمتر از 84% رشد کرده طی این 2.5 سال. اون هم فقط شاخص بورس، یعنی در حقیقت نمیتونیم بگیم تمام سهام رشد کرده. اون شاخص هم میدونیم که عددش رشد وقتی رشد میکنه قابل دستکاری است. در مورد خروج پول هم میتونیم ببینیم که ببینید ما الان یک مثال خیلی ساده اگه بزنیم، یک مضر بزرگی که برای بازار پول ایران به وجود اومده مسئله همسایگی با ترکیه است. الان در ترکیه هم به علت تورم شدیدی که هست و دستکاریهایی که در قیمتها هست، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره 50% رو به صورت رسمی پرداخت میکنه. در برخی از بانک ها در حدود 60% هم پرداخت میکنن. با توجه به اینکه پیش بینی شده این اتفاقاتی که تا این روزها البته شاهدش بودیم، نرخ ارز هم در ایران قابل تغییر آنچنانی نبوده و سرکوب شده، بازار جذابی ایجاد شده به سمت ترکیه. من گزارش هایی رو دارم به صورت جدی از سرمایه گذاران که پول رو اونجا سرمایه گذاری کردن. ما قبلا می دیدیم که در حقیقت تولید کنندگان، کارخونه دارها سرمایهشون رو می بردن اونجا. مثلا شرکت های تولیدی در حوزه مواد غذایی، در حوزه بسته بندی، بسیاری از شرکت ها اونجا فعال شدن، خصوصا از استان های آذربایجان و ترک زبان ما. من شاهد بودم که بسیاری از سرمایه گذاران و صنعتگران اونجا حضور پیدا کردن در صنایع مختلف. ولی الان اینجا به جایی رسیدی که مردم عادی حتی میان پولاشون رو میبرن و در ترکیه مثلا سرمایه گذاری میکنن، یا به صورت املاک در جاهایی مثل کشورهای عربی حتی سرمایه گذاری میکنن.